بسم الله الرحمن الرحیم ما میخوایم چون اینجا اکثرا اهل علم هستن والله ما چند روز پیش در اسلامی دیدم که به نام اسلامی بود یکصد نفر خو کافر شد از این خاطر من امروز این واقعیت برای شما میگم در روز زلزله ما را به بردن در عروسی علما صحبت میکردن زلزله شد چند نفر اما به گوش خود شنیدم گفت اینمی علما نامای بسیار چتی چتی گرفتن برشان یا که قرآن خواندن یا که درس دین دادن یا که تبلیغ کردن غضب خدا نازل شد ایش اوتل زلزله نیست ای اوتل زلزله شد امی کسی که میگه میزنه شما لطفا از نگاه اسلامی ببینین یا کسی که با که اگر قرآن خوانده شود اگر تبلیغ دین شود اگر احادیث رسول الله صلی الله علیه و گفته شود اونجا زلزله میشه از این کفر به واحد پس چرا واقعیت برای مردم نمیگیم چرا میخوایم یک چیز دیگره نامش اسلامی بانیم در حال که اسلامی نیست آروسی اسلامی من براتان چلنج میتم که اونمو آروسی آروسی اسلامی است که در او باید غنا باشه موسیقی باشه در حصر رسول الله صلی الله علیه و سلم خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که انصار غنا را خوش دارند نیست کسی که در بین از اونها غنا باید باشن لکن ما باید بر مردم بفهمیم که کدام غنا در آروسی ها در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود این غنایی که امروز در افغانستان است این موسیقی که در افغانستان است که دختر مسلمان در مقابل سازنده می برازی بویم که نخیر صاحب تو کسی که دخترت پیش سازنده در محفلت می تو هیچ نسبتی به رسول الله نداری صلی الله علیه و سلم پس معرفی بکنیم یعنی در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم در محافل آروسی و خوشی دف بود دف بود دف یعنی دایره بیزنگ در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی نبود که بیایه مثلا مردم آ گفتن که اگر مردم ببینین آروسی اسلامی اصر رسول الله صلی الله علیه وسلم چه قسم بود او قسم بکنیم آیا در آروسی در عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم ای اصرافی که امروز هست ای بود ما و شما اینمی اصرافه، اینمی تبزیره، اینمی اوتل هایی که کدام جای از کدام حلقه درس است که امتو جای لوکس برش باشه بر درس تفسیر جای, جای نداریم برای درس قرآن جای نداریم ای اوتل هایی که از تمام روز ای اوتل ها. تمام روز ای اوتل ها. اونمو دخترای مسلمان هستن که دی می پول رئیس اوتل حرام است پول معاش که دیگه اوتل ها گارسونا میگیره حرام است او کمرمه که دختر مسلمانه رقصش فلم برداری میکنه و نشر میکنه ماش است. حرام است چرا برش نمیگیم